فعالانی از شهر بسره عراق با مرجعیت شیعه دیدار کرده و از رهنمودهای ایشان بهرمند شدند. هیئتی از مسئولان مؤسسه فرهنگی خیریه اهل بیت علیه السلام از شهر بسره با حضور در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله عزما سید صادق حسینی شیرازی مدزلو با معظم الله دیدار کردند. آیت الله عزما شیرازی با اشاره به مسائل شهر بسره فرمودند، هزاران تن مانند شما در بصره زندگی می کنند و همواره و بویژه در شرایط فعلی به تلاش های مستمر شما نیازمند چرا که شهر بصره به ویژه نست جوان آن آماج شبیه خون فکری مسموم و آلوده کمونیسم، لاییسم، بأسیسم و وهابیت قرار گرفتند که این امر تلاش گسترده و همه جانبه همگان را می طلبن. مرجعیت شیعه در تبیین این مطلب ضمن اشاره به اقدامات امام صادق علیه السلام علیه یکی از فرقه های منحرف زمان خود فرمودند شما نیز امروزه در شرایط مشابه با روزگار آن حضرت قرار دارید و پیش از آن که لایسم جهانی، کمونیسم جهانی، حزب بحث بومی و وهابیت محلی جوانان را جذب کنند شما آنان را دریابید و به آنها اهمیت دهید و از آنان غافل نشوید ایشان افزودند این امر بی تردید با مشکلاتی همراه است ولی باید از هیچ تلاشی در این راه دریغ نکنید و توجه داشته باشید که همه جوانان و حتی آنانی که در معرض انحراف قرار گرفته اند فرزندان ما هستند معظم الله در ادامه با اشاره به تلاش همه جانبه باطل و منحرف و فرمایش خدای متعال در آیه 104 سوره نسا ادامه دادند بر اساس این آیه کریمه جریانها و مروجان باطل نیز از مشکلاتی در رنج هستند ولی تمام توان خود را برای ترویج و تقویت باطل بسیج می کنند و این در حالی است که اعتقاد به قیامت و پاداش ندارند در مقابل این جریان ما به آخرت و پاداش و درجات عالی اعتقاد داریم گفتنی است در این دیدار جمعی از روحانیون خدمتگذار در خیمه های پاسخ به مسائل شعری و اعتقادی فعال در اربعین حسینی حضور داشتند و معظم الله در پایان سخنان خود از میهمانان و فعالان در راه اهل بیت علیهم السلام تشکر و قدردانی نمودند.